بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. رجوع به این آیه فخری زاده که دیروز به شهادت رسید، یه چند جمله را امروز من تو حرم صحبت کردم. انشاءالله که خداوند ایشونو با اولیای خودش مشهور کنه و انشاءالله اون قاتلین و ظالمینم به سزای اعمالشون برسند و انشاءالله یه عقلی هم خدا به این مسئولین ما بده. سلام علیکم. که اینقدر تو فکر مذاکره با آمریکا نباشند. بله، رئیس جمهورمون هم اگر که یه نفر تو فرانسه بمیره اطلاعیه میده دا، اما اینجا اگر یه کسی شهید بشه کار نداره. البته بیشتر از اینم ازش انتظارم نمیره دا. بله، بین همینه دیگه چه میشه که خوب دیگه به هر حال نمیگن متاسفانه. بله بله، و واقعا نمیدونم این بنده خدا این چه جور کشور داریه. یه چند روز پیش من بودم الان توی این کرونا یک بار این بنده خدا نرویه بیمارستان سر بزنه با برای شما رئیس جمهوری مملکت شما که اصلا چشم و گوشت همش به امریکاست، اون آدم که اینقدر دوست داری خلا اقل همین رئیس جمهور خبیث امریکایی چقدر رفت تو مردم فلان. ای آقا اصلا نمیدونم بچه پارسال بید که نمیدونم برای عید نوروز سیل اومد، یک هفته دقیقه یه هفته بعد از اینکه سیل اومد و چند مردم آب برد و خونه رو خراب کرد تازه آقا سلکلش پیدا شد. بگذاریم حالا در حالا اینم دیگه خب عقب مندگی داردن بابا راه حل داره. نمیدونم راه حلش خب پس این آسایشگاه ها رو بر چی دوست کرده. یه جمله ارز کنم خدمتون، نمیدونم نشیندم قدر متیقه نشین که خست خیر نداره. من بینه این هفته پیش یعنی تقریبا آقای چیز که بود سه شنبه، بله ظاهر از سه شنبه، آقای دکتر کلب صادق ایشون مرحوم شد. آقای دکتر کلب صادق ایشون خوب بزرگ شیعیان بود توی لکنوی هند، یا حالا تقریبا تو هند تقریبا ایشونو قبولش داشتند شیعیان و چیزا. برای آدم تاثیرگذاری بود و کارهای اجتماعی هم خیلی کرده بود، برای بیمارستان یا نمیدونم مدرسه، آموزشگاه، دارالایتام یا مثلا محلی برای کمک به این بچه ها و جوان های بی بزاعت شیعه، به اینا خیلی کمک کرد آقای دکتر کلب صادق. و ایشون هم
ظاهرن سه تا پسر داره، یکی آقای کلب منتظر، یکی کلب زهرا و یکی هم کلب سبتین. به هر حال آدم خوبی بود و خیلی منشأ خدمات زیادی بود توی هندوستان. من حالا من خیلی با ایشون ملاقات داشتم و خیلی از افکار و آرایشم آشنا هستم. بله، توی لکنوی هند که لکنو در واقع مرکز شیعیان هندم هست و خب میدونید که هندوستان جمعیت شیعش تقریبا با ایران برابری میکنه، دو یعنی بنزه ایران شیعه داره خود هند. بعد وقت توی لکنو که مرکز این هست، بله متاسفانه اون ندوت العلماء و اونا هم برحال همون جا هستن. به حال اینا خیلی حرف داره، خیلی داستان داره که نوع برخوردشون و این چیزها با شیعیان و اینا. به هر حال آقای کلب صادق آدم تاثیرگذاری بود، آدم برحال منشأ خدمات و برکاتی بود و ظاهرن هم دکتراش هم از دانشگاه علیگر گرفته بود. ایشون از خانواده اون مرحوم دلدار، از خانواده دلدار بود که دلدار خیلی آدم بسیار بسیار بزرگیه و صاحب کتاب ها و آثار. اصلا خانواده شونو بهشون میگن خانواده اجتهاد، خانواده علم و اجتهاد. اینو خود از این خانواده اینطوری بود. البته الان نوع رابطه شون با علما و اینا حالا خیلی حرف داره دو مسائل، ولی به هر حال یه آدم بزرگی بود و خوب بود مثلا یه پیام تسلیتی یا چیزی درباره شون گفته میشد. انشاءالله که خداوند رحمتشون بکنه تو مغفرت و عنایت خداوند انشاءالله بریشون نازل باشه انشاءالله. یا الله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله. خوب فکر میکنم این بحث معنای آیه 116 سوره بقره اینجا بودیم. بله، المعنا، معنای آیه 116. المعنى لما حكى الله سبحانه قول اليهود في امر القبله، چون که حکایت کرد خداوند کلام یهودیان را درباره قبله، بر رد علیهم قولهم، بعدم حرف یهودی ها را رد کرد. بعد از این که حرف اونها را رد کرد، ذکر مقالتهم في التوحید راد دن علیهم، خداوند نقل کرد سخن یهودی ها درباره توحید را، رادن علیهم، در حالی که ردم میخواست بکنه حرف اونها را، رادن در حالی که رد میکرد حرف یهودی ها را. قال، خداوند فرمود و قالو اتخذ الله ولدن، اونها میگویند خدا بچه داره. سبحانه ای اجلالا له ان اتخاذ الولد، خدا منزه، لم یکن له کفوان احد، لم یلد ولم یولد، خدا برتر است از اون که فرزند داشته باشد. اصلا علت این که تو سوره توحیدم میگیم لم یلد ولم یولد، علل قاعده باید اول بگیم لم یولد ولم یلد ها، الان قاعده اینجوری باید باشه دا. و
ولی علت این که خدا فرموده لم یلد و لم یولد، به خاطر این که لم یلد قائل داره، لم یولد قائل نداره. یعنی یه عده هستم که بگن خدا بچه دارد، اما کسی نیست که بگه که خدا بچه کیه. چون که خدا بچه داره، قائل داره، یهودی ها میگن خدا بچه داره، مسیحی ها میگن خدا بچه داره، به این جهت اول فرموده لم یلد که حرف اینا را رد بکنه، بعد فرموده لم یولد، خودشم فرزند کسی نیست. و تنزیهن عن القبائح و السوء و صفات التي لا تليق به. اگر یه شنیدی مثلا کسی گفت ارکان اسلام چی چیه؟ ارکان اسلام چهار چیزه، اونا سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، اینو میگن ارکان اسلام. و اولیش که سبحان الله یعنی چی؟ یعنی که خدا فرزند ندارد، خدا قبائح و سوء و زشتی را ندارد، و صفات التی لا تلیق به، صفاتی که لایق خدا نیست ندارد. روی عن طلحه ابن عبید الله، طلحه ابن عبید الله میگوید انه سئل النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن معنا قوله سبحانه. یک کسی گفت یا رسول الله سبحان الله یعنی چی؟ فقال، پیغمبر فرمود سبحان الله معنیش اینه تنزیها لله عن کل سوء، خدا منزه است از هر زشتی، از هر بدی. بل له ما فی السماوات و الارض، خداوند در جواب یهودی و مسیحی ها می فرماید خداوند آسمان و زمین دارد. هذا رد علیهم قولهم اتخذ الله ولدا، این پاسخ حرف اوناست که میگن خدا بچه داره. اونا میگن خدا بچه داره، خدا میفرمه همه چیز ملک منه. کسی که همه چیز ملکشه که دیگه بچه نمیخواد. بله خواهمی که گفتم که مجاز رو وقتی زیاد بگویید میشم از سری. آره منافات داره الان میگیم. میشه یه کسی یه فرزند داشته باشه و فرزندش ملکش هم باشه؟ یه فرزند هیچ وقت ملکی نیست. اما این ملک مجازیه نه حقیقی؟ نه خب اینا حقیقی میخوان بگن، هم میخوان بگن که بچه هست، خدا میگه همه چیز ملک منه. اگر که ملک فرزند، ملک آدم نیست. از نظر فقهی هم همینجوره دیگه. از نظر فقهی هر کی که فرزند شماست آزاده، دیگه ملک نیست. اگر که ملک شماست فرزند شما نیست. از نظر فقهی هم همینجوره دیگه. پس بینید این که میفرماد همه چیز ملک خداست، این جواب اینه که اونا میگن که خدا بچه داره. ای لیس الامر کما زعمو، اونجور نیست که اینو خیال میکنن. بل له ما فی السماوات و الارض ملکن، هرچی در آسمان زمینه مال خداست، ملکه. وقتی که ملک خداست، بل ولدو لا یکونو ملک للعب، بچه که ملک پدر نیست، بچه ملک پدر نیست. لأن البنوت و الملک لا یجتمعان، فرزند بودن و ملک بودن کوسه و ریشپنه. اگه ملک یعنی برده است، اگر که فرزنده یعنی چی؟ آزاده. این دو تا قابل جمعی. لأن البنوة و الملك لا يجتمعان، فكيف تكون الملائكة الذين هم في السماء والمسيح الذي هو في الأرض ولدا له.
وقتی میگیم آسمان و زمین ملک خداست، ملائکه که تو آسمانن ملک خداست، اگه ملکن دیگه فرزند نیستن. مسیح هم روی زمینه، ما فی الارض ملک خداست، پس مسیح ملک خداست دیگه، فرزند خدا نیست. نه نه این فقهی داره میگه، نه نه فلسفی رو کار نداره، گفتیم نه فقهی از نظر خواهر حال ایشون داره اینجوری جواب میده، یعنی میگه که آیه اینجوری میفرمید، ایشون هم داره اینطوری میگه، یعنی بله بله نقیز زینم بله، اگر که ملک مالک میشه آزاد دیگه، چه آدمی که عبدی که مالک چیزی نیست، خدا که مالکه پس خدا میشه آزاد، وقتی که آزاد بود همه چیز ملک اوست، اگرم این کسی که آزاده یه بچه داشته باشه بچه دیگه ملک نیست، و این آیه میگه همه چیز ملک خداست، پس یعنی هیچی ملکه، یعنی هیچی فرزندش نیست. خب باشی، مثلا بیده همون یهودی ها و مسیحی های زمان پیغمبرم، اونا هم همه احکام ها داشتن دیگه، یعنی مثلا هیچ وقت یهودی که نمی آمد بچه خودش را بگوید که ملک منه که، اما بردهی که تو جنگ می گرفت چرا اینو می گفت ملک منه؟ خب فنبه به ذالک، خداوند تنبیه کرد به این وسیله برای این که مسیح و غیر مسیح عبیدون لهو، عبد خداند، مخلوقون، مملوکون، اینا همه ملک خداند، فهم به منزلت سایر الخلق، ملائکه و عیسی مثل بقیه همشون میشن عبد خدا. آره اما این انتبا بله، ای انت با مالک لعبی که منش من یه حقیقی که نیست، یعنی الان پدرش میتونه اینو پسرشو بفروشه؟ نمیتونه که، یه معنی مجازیه، یعنی الان پدرت هم برداشت نباید حرف بزنی. و قیل معناه، بعضی هم گفتن معنای آیه اینها، بل له ما فی السماوات و الارض فعلا، فعلا معنی آینا، اون چی که در آسمان و زمین فعل خداست، فعل خداست، این فعلا نه یعنی الانا، فعل خداست، معلول خداست، مخلوق خداست، بل لهو ما فی السماوات و الارض فعلا، یعنی ما فی السماوات و الارض فعل خداست، به هیچ وقت فرزند انسان فعل انسان نیست. لهو برای خداست، ما فی السماوات و الارض فعلا به عنوان فعل، والفعل لا یکون من جنس الفاعل، مثلا من که فاعل باشم میتونم یه کرسی درست بکنم، میتونم یه صندلی درست کنم، ولی یه آدم که نمیتونم درست کنم. فعل از جنس فاعل نیست. والولد لا یکون الا من جنس ابیه، فرزند آدمه، پدرش هم آدمه، هیچ وقتم پدر که فاعل فعلش مثل خودش نیست. گفتم مثلا آدم میتونه صندلی درست کنه، میتونه فرش درست کنه، خونه درست کنه، اگر که فرزند آدم شبیه پدر هست، از جنس پدره و فاعل نمیتونه جنس خودشو درست کنه، پس هم پدر هم پسر هر دو فعل خداند و خدا از جنس آدم نیست، چون خدا فاعل ایناست. وقتی فاعل ایناست، اینا جنس خدا نیستن، اینا میشوند فعل خدا، نه فرزند خدا. پس ببینید فرزند هم جنس پدر است، یه مطلب. هیچ وقت فعل هم جنس فاعل نیست، پس بنابراین هیچ فرزندی فرزند خدا نیست
به خاطر اینکه هیچی هم جنس خدا نیست، پس همه میشن ملک خدا. ولد لا یکون الا من جنس ابی، ولد جنس پدر هست. فان من تبنا انسانا فالذی تبناه لا بد ان یکون من جنسه. مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله زید رو به فرزندی گرفت. من تبنا انسانا، کسی که یه انسان رو فرزند خودش گرفت. فالذی تبناه، اون رو که به فرزندی گرفته لا بد ان یکون من جنسه دیگه، باید هم جنس خودش باشه. یا امام صادق سلام الله علیه، مثلا اون بند خدا رو به عنوان فرزندی گرفتی امام صادق. پس اون رو که انسان به عنوان فرزندی میگیرد باید جنس خودش باشد، در حالی که هیچ چیزی از جنس خدا نیست، پس بنابراین هیچ چیزی فرزند خدا نیست. و قوله کلون له قانتون، کل له قانتون، قال ابن عباس و مجاهد معناه مطیعون. کل له قانتون یعنی همه مطیع خداند. و قال سدی، آقای سدی گفته کل له مطیعون یوم القیامه، همه روز قیامت مطیع هستن. و قال الحسن، حسن گفته کل له قائمون به شهادت انه عبده، همه قیام میکنن به شهادت، به این که شهادت بدن که بنده خداند. و قال الجبائی، آقای جبائی گفته کلون دائمون علا حال واحدتین، همه چیز دائما، قانتان دائم، همه چیز دائما به یه حالت هستند، به شهادت به ما فیه من آثار سنت و دلالت علی ربوبیت، به این که شهادت میدهند به اون چه که در اوست از آثار صنعت و دلالت بر ربوبیت خداوند. و قال ابو مسلم، آقای ابو مسلم اصفهانی گفته کلون له قانتون یعنی کلون فی ملکهی و قهرهی، همه در ملک خداند. یتصرف فیه کیف یشاء، هر چون خدا بخواهد تصرف میکند. لا یمتنع علیه. اون لازمی که یکی تشریعی که تکبینی، یکی مثلا فرض هر دوشم بفرمایی تکبینیه، ولی یکی رو به شدت احتمام، یکی شدت احتمام نیست، مثل ذکر خاص بعد الام. چرا نمیگنه همین آیه بعدی هم کمی امر به تکبینی میخواد بگیده آیه بعدی؟ نه اسفانی هم شرعه ما رو خلاصه. اولی خب آیه 117 هم قوله تعالی بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. کن فیکون نو یا کن فیکون نه. القراعتو قرع ابن عامر فیکون نه والباقونه بررف فیکون نو. معمولا ما فیکون نو میخونیم، کن فیکون نو. اینجا حالشون یه بحث خیلی خوبی مطرح میکنه که کن فیکون نه یا کن فیکون نو، و بستگی داره به خود معنای آیه شریفه.
باشه که وقت باید بشه فیکون. نه نه اصلا اینجا خلوتی نداره دا. حتی تو چیزا شباست. اگر که فیکون نو بخونیم، فیکون نو کن، فیکون نو اینجوری باشه، خب بگوید که ازا قضا امرن فانما یقول له کن، فا فارا فارا حرف عطف بگیرید، یکونو عطف بر یقولو، یقولو له کن فا یکونو عطف به یقولو. یا اینکه اینجوری بگویید، یا اینکه اصلا بگویید که این فیکونا فایش مثل باب استیناف باشه، این اصلا عطف نباشه دا مستنیم. ازا قضا امرن فا انما یقول له کن، تموش شد، فهو یکونو، فهو یکونو، هو مبتدا یکونو خبرش. این در صورت که یکون نو بخونیم. اما اگر که بگوییم کن فا یکون نه، که به حالا ایشون میخواد این بحث را مطرح بکنه دا. حالا غیر از این که اصلا یه بحث خیلی خوب مطرح میکنه که اصلا بدیع یعنی چی، کلمه بدیع یه بحث خیلی خوبی مطرح خواهد کرد، ولی اینو مطرح میکنه. مهمم تو ذهن صاحب مجموع بیان این اصلا مشکل اصلی اینه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله. خب رجع به این آیه فخری زاده که دیروز به شهادت رسید، یه چند جمله رو امروز من تو حرم صحبت کردم. انشاءالله که خداوند ایشونو با اولیای خودش مشهور کنه و انشاءالله اون قاتلین و ظالمینم به سزای اعمالشون برسند و انشاءالله یه عقلی هم خدا به این مسئولین ما بدهد. سلام علیکم. که اینقدر تو فکر مذاکره با آمریکا نباشند. بله رئیس جمهورمون هم اگر که یه نفر تو فرانسه بمیره اطلاعیه میده دا، اما اینجا اگر یک کسی شهید بشه کار نداره. البته بیشتر از اینم ازش انتظارم نمیره دا. بله بین همینه دیگه چه میشه که خوب دیگه به هر حال نمیگن متاسفانه. بله 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 واقعا نمیدنم این بنده خدا این چه جور کشور داریه. یه چند از من بیدم الان توی این کرونا یک بار این بنده خدا نرویه بیمارستان سر بزنه با برای شما رئیس جمهوری مملکت شما که اصلا چشم و گوشت همش به امریکاست، اون آدم که اینقدر دوست داری خلا اقل همین رئیس جمهور خبیث امریکایی چقدر رفت تو مردم فلان. این آقا اصلا نمیدونم بچه پارسال بود که نمیدونم برای عید نوروز سیل اومد، یک هفته دقیقه یه هفته بعد از اینکه سیل اومد و چند مردم آب برد و خونه رو خراب کرد تازه آقا سر کلش پیدا شد. بگذاریم حالا در حالا اینم دیگه خب عقب مندگی داردن بابا راه حل داره نمیم راه حلش. خب پس این آسایشگاه ها رو بر چی درست کرده؟ خب یه جمله ارز کنم خدمتون.
نمیدونم نشیندم. قدر متقنشین که قصد خیر نداره. خب من این هفته پیش یعنی تقریبا آقای چیز که به سه شنبه بله ظاهر از سه شنبه آقای دکتر کلب صادق ایشون مرحوم شد. آقای دکتر کلب صادق ایشون خوب بزرگ شیعیان بود توی لکنوی هند یا حالا تقریبا تو هند تقریبا ایشون رو قبولش داشتند شیعیان و چیزا. برای آدم تاثیرگذاری بود و کارای اجتماعی هم خیلی کرده بود، برای بیمارستان یا نمیدونم مدرسه، آموزشگاه، دارالایتام یا مثلا محلی برای کمک به این بچه ها و جوان های بی بزاعت شیعه، به اینا خیلی کمک کرد آقای دکتر کلب صادق. و ایشونم ظاهرن سه تا پسر داره، یکی آقای کلب منتظر، یکی کلب زهرا و یکی هم کلب سبتین. به هر حال آدم خوبی بود و خیلی منشأ خدمات زیادی بود توی هندوستان. من حالا من خیلی با ایشون ملاقات داشتم و خیلی از افکار و آرایشم آشنا هستم. بله توی لکنوی هند که لکنو در واقع مرکز شیعیان هندم هست و خب میدونید که هندوستان جمعیت شیعش تقریبا با ایران برابری میکنه دو، یعنی بنزه ایران شیعه داره خود هند. بعد وقت توی لکنو که مرکز این هاست، بعد متاسفانه اون ندوت العلما و اونا هم برحال همونجا هستن. به حال اینا خیلی حرف داره، خیلی داستان داره که نوع برخوردشون و این چیزها با شیعیان و اینا. به هر حال آقای کلب صادق آدم تاثیرگذاری بود، آدم برحال منشأ خدمات و برکاتی بود و ظاهرن هم دکتراش هم از دانشگاه علیگر گرفته بود. بیشو از خانواده اون مرحوم دلدار، از خانواده دلدار بود که دلدار خیلی آدم بسیار بسیار بزرگیه و صاحب کتاب ها و آثار. اصلا خانواده شونو بهشون میگن خانواده اجتهاد، خانواده علم و اجتهاد. اینو خصوصا از این خانواده اینطوری بود. البته الان نوع رابطه شون با علما و اینا حالا خیلی حرف داره دو مسائل، ولی به هر حال یه آدم بزرگی بود و خوب بود مثلا یه پیام تسلیتی یا چیزی درباره شون گفته میشد. ان شاء الله که خداوند رحمتشون بکنه تو مغفرت و عنایت خداوند ان شاء الله برشون نازل باشه ان شاء الله. یا الله بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. یا الله. خوب فکر میکنم این بحث معنای آیه 116 سوره بقره اینجا بودیم. بله المعنا
معنای آیه 116. خب المعنى لما حكى الله سبحانه قول اليهود في امر القبله، چون که حکایت کرد خداوند کلام یهودیان را درباره قبله، بر رد علیهم قولهم، بعدم حرف یهودی ها را رد کرد، بعد از این که حرف اونها را رد کرد، ذکر مقالتهم فی التوحید ردن علیهم، خداوند نقل کرد سخن یهودی ها درباره توحید را، ردن علیهم، در حالی که ردن میخواست بکنه حرف اونها را، ردن در حالی که رد میکنه حرف یهودی ها را. قال خداوند فرمود و قالو اتخذ الله ولدن، اونها میگویند خدا بچه داره، سبحانه ای اجلالا له ان اتخاذ الولد، خدا منزه، لم یکن له کفوان احد، لم یلد ولم یولد، خدا برتر است از اون که فرزند داشته باشد. اصلا علت این که تو سوره توحیدم میگیم لم یلد ولم یولد، علل قاعده باید اول بگیم لم یولد ولم یلد ها، علل قاعده اینجوری باید باشده، ولی علت این که خدا فرموده لم یلد ولم یولد به خاطر این که لم یلد قائل داره، لم یولد قائل نداره. یعنی یه عده هستم که بگن خدا بچه دارد، اما کسی نیست که بگه که خدا بچه کیه، چون این که خدا بچه داره قائل داره، یهودی ها میگن خدا بچه داره، مسیحی ها میگن خدا بچه داره، به این جهت اول فرموده لم یلد که حرف اینا رو رد بکنه، بعد فرموده لم یولد، خودشم فرزند کسی نیست. و تنزیها عن القبائح و السوء و الصفات التي لا تليق به. اگر یه شنیدید مثلا کسی گفت ارکان اسلام چی چیه، ارکان اسلام چهار چیزه، اونا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، اینو میگن ارکان اسلام. و اولیش که سبحان الله یعنی چی؟ یعنی که خدا فرزند ندارد، خدا قبائح و سوء و زشتی را ندارد، و صفات التی لا تلیق به، صفاتی که لایق خدا نیست ندارد. روی عن طلحه ابن عبید الله، طلحه ابن عبید الله میگوید انه سئل النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن معنی قوله سبحانه، یک کسی گفت یا رسول الله سبحان الله یعنی چی؟ فقال پیغمبر فرمود سبحان الله معنیش اینه تنزیها لله عن کل سوء، خدا منزه است از هر زشتی از هر بدی. بل له ما فی السماوات و الارض، خداوند در جواب یهودی و مسیحی ها می فرماید خداوند آسمان و زمین دارد. هازار ردون علیهم قولهم اتخذ الله ولدن، این پاسخ حرف اوناست که میگن خدا بچه داره، اونا میگن خدا بچه داره، خدا میفرمه همه چیز ملک منه، کسی که همه چیز ملکشه که دیگه بچه نمیخواد. بله بله خواه همین که گفتم که مجاز رو وقتی زیاد بگویید میشه و سریع. آره منافات داره الان میگیم، میشه یه کسی یه فرزند داشته باشه و فرزندش ملکشم باشه، یه فرزند هیچ وقت ملکی نیست. اما این ملک مجازیه نه حقیقی، نه نه خب اینا حقیقی میخوان بگن، هم میخوان بگن که بچه هست، خدا میگه همه چیز ملک منه، اگر که ملک فرزند ملک آدم نیست.
از نظر فقهی هم همینجوره دیگه. از نظر فقهی هر کی که فرزند شماست آزاده دیگه، ملک نیست. اگر که ملک شماست فرزند شما نیست. از نظر فقهی هم همینجوره دیگه. پس بینید این که میفرماد همه چیز ملک خداست، این جواب اینه که اونا میگن که خدا بچه داره. ای لیس الامر کما زعم، اونجور نیست که اینو خیال میکنن. بل له ما فی السماوات و الارض ملکن، ملکن، هرچی در آسمان زمینه مال خداست، ملکه. وقتی که ملک خداست، بل ولدو لا یکونو ملکن للعب، بچه که ملک پدر نیست، بچه ملک پدر نیست. لأن البنوت و الملک لا یجتمع آن، فرزند بودن و ملک بودن کوسه و ریشپنه. اگه ملک یعنی برده است، اگر که فرزنده یعنی چی؟ آزاده. این دو تا قابل جمعی. لأن البنوت و الملک لا یجتمع آن، فکیف تکون الملائکه الذين هم في السماء بالمسيح الذي هو في الارض ولدا له. وقتی میگیم آسمان و زمین ملک خداست، ملائکه که تو آسمانن ملک خداست، اگه ملکن دیگه فرزند نیستن. مسیح هم روی زمینه، ما في الارض ملک خداست، پس مسیح ملک خداست دیگه، فرزند خدا نیست. نه نه این فقهی داره میگه، نه نه فلسفی رو کار نداره، گفتی هم نه فقهی از نظر خواهر حال ایشون داره اینجوری جواب میده. یعنی میگه که آیه اینجوری میفرماید، ایشون هم داره اینطوری میگه. یعنی بله بله نقیز زینم بله، اگر که ملک مالک میشه آزاد دیگه، چه آدمی که عبدی که مالک چیزی نیست، خدا که مالکه پس خدا میشه آزاد. وقتی که آزاد بود همه چیز ملک اوست. اگرم این کسی که آزاده یه بچه داشته باشه، بچه دیگه ملک نیست. و این آیه میگه همه چیز ملک خداست، پس یعنی هیچی ملکه، هیچی فرزندش نیست. خب باشی، مثلا بیده همون یهودی ها و مسیحی های زمان پیغمبرم، اونا هم همه احکام داشتن دیگه. یعنی مثلا هیچ راه یهودی که نمی آمد بچه خودش را بگوید که ملک منه که، اما بردهی که تو جنگ می گرفت چرا اینو می گفت ملک منه؟ خب فنبه بذالک، خداوند تنبیه کرد به این وسیله برای این که مسیح و غیر مسیح عبیدون لهو، عبد خداند، مخلوقون، مملوکون، اینا همه ملک خداند. فهم به منزلت سایر الخلق، ملائکه و عیسی مثل بقیه همه شون میشن عبد خدا. آره اما یه انتباه بل ای انت با مالک لعبی که منش منی حقیقی که نیست. یعنی الان پدرش میتونه اینو پسرشو بفروشه؟ نمیتونه که، یه معنی مجازیه. یعنی الان پدرتم برداشت نباید حرف بزنی. بقیل معناه، بعضی میگن معنای آیه اینه ها، بل لهو ما فی السماوات و الارض فعلن، فعلن معنی آینا، اون چی که در آسمان و زمین فعل خداست، فعل خداست. این فعلا نه یعنی الانا، فعل خداست، معلول خداست، مخلوق خداست. بل لهو ما فی السماوات و الارض فعلا، یعنی ما فی السماوات و الارض فعل خداست. به هیچ وقت فرزند انسان فعل انسان نیست.
لهو برای خداست، ما فی السماوات و الارض فعلا به عنوان فعل، والفعل لا یکون من جنس الفاعل. مثلا من که فاعل باشم میتونم یه کرسی درست بکنم، میتونم یه صندلی درست کنم، ولی یه آدم که نمیتونم درست کنم. فعل از جنس فاعل نیست. والولد لا یکون الا من جنس ابیه، فرزند آدمه، پدرشم آدمه. هیچ وقتم پدر که فاعله فعلش مثل خودش نیست. گفتم مثلا آدم میتونه صندلی درست کنه، میتونه فرش درست کنه، خونه درست کنه. اگر که فرزند آدم شبیه پدر هست، از جنس پدره و فاعل نمیتونه جنس خودشو درست کنه، پس هم پدر هم پسر هر دو فعل خداند و خدا از جنس آدم نیست، چون خدا فاعل ایناست. وقتی فاعل ایناست، اینا جنس خدا نیستن، اینا میشون فعل خدا، نه فرزند خدا. پس ببینید فرزند هم جنس پدر است، یه مطلب. هیچ وقت فعل هم جنس فاعل نیست، پس بنابراین هیچ فرزندی فرزند خدا نیست، به خاطر اینکه هیچی هم جنس خدا نیست، پس همه میشن ملک خدا. ولد لا یکون الا من جنس ابی، ولد جنس پدر هست. فان من تبنا انسانا فالذی تبناه لا بد ان یکون من جنسه. مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله زید رو به فرزندی گرفت. من تبنا انسانن، کسی که یه انسان رو فرزند خودش گرفت. فلذی تبناهو، اون رو که به فرزندی گرفته، لابودن یکونه من جنسه دیگه، باید هم جنس خودش باشه. یا امام صادق سلام الله علیه، مثلا اون بند خدا رو به عنوان فرزندی گرفتی، امام صادق. پس اون رو که انسان به عنوان فرزندی میگیرد باید جنس خودش باشد، در حالی که هیچ چیزی از جنس خدا نیست، پس بنابراین هیچ چیزی فرزند خدا نیست. و قوله کلون له قانتون، کلون له قانتون، قال ابن عباس و مجاهد معناه مطیعون. کلون له قانتون یعنی همه مطیع خداند. و قال سدی، آقای سدی گفته کلون له مطیعون یوم القیامه، همه روز قیامت مطیع هستن. و قال الحسن، حسن گفته کلون له قائمون به شهادت انه عبده، همه قیام میکنن به شهادت، به این که شهادت بدن که بنده خداند. و قال الجبائی، آقای جبائی گفته کلون دائمون علا حال واحدتین، همه چیز دائما، قانتان دائم، همه چیز دائما به یه حالت هستند، به شهادت به ما فیه من آثار سنت و دلالت علی ربوبیت، به این که شهادت میدهند به اون چه که در اوست از آثار سنت و دلالت بر ربوبیت خداوند. و قال ابو مسلم، آقای ابو مسلم اصفهانی گفته کلون له قانتون یعنی کلون فی ملکهی و قهرهی، همه در ملک خداند. یتصرف فیه کیف یشاء، هر جور خدا بخواهد تصرف میکند. لا یمتنع علیه. اون حال لازمی که یکی تشریعی یکی تکبینی، یکی مثلا فرض هر دوشم بفرمایی تکبینیه، ولی یکی رو به شدت احتمام، یکی شدت احتمام نیست، مثل ذکر خاص بدل آمو.
الان چه نمیگن یعنی آیه بعدی هم کمی امر به تکوینی میخواد بگیده آیه بعدی نه اسفانی هم شریعه ما رو خلاصه اولی خب آیه 117 هم قوله تعالی بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون کن فیکون نو یا کن فیکون القرائة قرأ ابن عامر فیکون و الباقون بالرفع فیکون نو معمولا ما فیکون نو میخونیم کن فیکون نو این جالشو یه بحث خیلی خوبی هم مطرح میکنه که کن فیکون نه یا کن فیکون نو و بستگی داره به خود معنای آیه شریفه خواهی اون باشه که وقت باید بشه فیکون نه نه اصلا اینجا قرائتی نداره دا حتی تو چیزا شباز اگر که فیکون نو بخونیم فیکون نو کن فیکون نو اونجوری باشه خب بگوید که ازا قضا امرن فانما یقول له کن فارا حرف عطف بگیرید یکونو عطف بر یقولو یقولو لهو کن فا یکونو عطف به یقولو یا اینکه اینجوری بگویید یا اینکه اصلا بگویید که این فا یکونو فایش مثل باب استیناف باشه این اصلا عطف نباشه دا اصلا مستنم ازا قضا امرن فانما يقول له كن تمشود فهو يكون فهو يكون هو مبتدا يكون خبرش این در صورتی که يكون نو بخونیم اما اگر که بگوییم کن فیکون نه که به حالا ایشون میخواد این بحثا مطرح بکنه دا حالا غیر از این که اصلا یه بحث خیلی خوب مطرح میکنه که اصلا بدیعه یعنی چی؟ کلمه بدیع یه بحث خیلی خوبی مطرح خواهد کرد ولی اینو مطرح میکنم مهمم تو ذهن صاحب مجموع بیان اینه سا مشکل اصلی اینه وقتی یه چیزی رو خدا میخواد ایجاد کنه یقول لهو این لهو به کی برمیگرده؟ ازا اراد شیئن آن شیئی که موجودی که شیئی نیست که به کی داره خدا میگوید لهو کن یه چیزی که عدم هنو وجود نداره دیگه درست چیزی که عدم شیء که نیست شیء باید موجود باشه لهو هم به شیء باید برگرده نه به عدم اگه یه چیزی هست این که خدا بهش بگوید موجود باش که معنا نداره این تحصیل حاصله اگر یه چیزی عدمه عدمو کسی نمیشه باش حرف بزنی که به عدم که نمیشه چیزی گفت معدومه دیگه نیست و خدا به کی میفرماید باش اونم موجود میشه چی چی هست؟ بله خواهی که هست میکن دیگه پس میشه که یه چیز مثلا فرسونی برای خدا هست بر ما نیست یعنی به علم خودش میگه نه دخال به کی میگه یقول لهو با کی حرف میزنه
بله ایران سرنگی جای آزاده نه دیا آزاده است و تولیت زاده است و نمیدونم بزرگه دیا خب بله به اینه حالا خودش مجموع خب بله نه این درسته که حرف زدن خدایی حرف زدن من و شما نیست که حالا خود مجموع بیان شاید هفتشت شاهد میاره که اصلا حرف زدن این هم مثلا این که تو نهج البلاغه است قوله و فعله و یه کسی اینجوری میکنه شما به رفیق میگی این داره میگه بیا با اینکه اون حرف نزد که ولی میگه میگوید بیا یعنی همه حرکت دست را این که قول خدا قول من و شما که نیست این که روشنه به این حال اینو اشاره بکنم تا حالا مجمول بیان بخونم مثلا من که الان دارم حرف میزنم شما از این طرف صدا داره میاد سراغتون درست؟ وقتی خدای متعال حرف میزنه از همه طرف صدا میاد از بالا میاد از پایینم میاد از ایبر میاد از ایبرم میاد از همه طرفه در حالی که صدای ما از یه طرفه الان مثلا این برقو که ما روشن میکنیم الان نور از کدام طرف داره میاد سراغ ما اینجوری داره میاد اما وقتی خدا میگیم الله نور السماوات والارض نور خدا اینجوری نیست از همه طرفه یعنی از این طرف نور میاد از این برم میاد از همه طرف نور میاد الان من که دارم حرف میزنم اونی که نزدیک تره بهتر میشنود اونی که دور تره کمتر میشنوه اونی که خیلی دوره کمتر اونی که خیلی خیلی دوره هیچی یعنی صدا که از این طرف میاد این جان بیشتره هی هرچی میره عقبتر ضعیفتر 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 نورم همین جوره دیگه از این طرف که میاد هرچی به اون مرکز نور نزدیکتر نور شدیدتره هرچی دور میشید نور ضعیفتر ولی صدای خدا اینجوری نیست صدای خدا وقتی باشه دیگه دور و نزدیک نداره همه چه یک سانه یک اندازه است و از همه طرف نور خدا هم همینجوره ها مثلا یک کسی مکاشفه میشه برش تو مکاشفه ها اون نور که میبینه اینجوری نیست که اینجایی که مرکز نور شدیدتره هرچی دورتره کمتره هی کمتره هی کمتر این هر که مثلا نفرسونید اینه که این بنده خدا که مثلا این فیلم رو ساخت راجبه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله موقعی که پیامبر متولد میشه یه نوری مثلا از رسول خدا میدرخشد بر کل شهر مکه یعنی اینا آخرش نمیتونن تو فیلم اینا نشون بدن دا این خیال میکنه که مثلا این رسول خدا این کودکی که متولد شده مثل یه نور افکنه از اینجا داره نور به همه جا میتابه ولی آخرش این اشتباهو داره دا که اونجایی که اون کودک نور افکن گذاشته شدیده هرچه میاد عقبتر ضعیفتر و هزه در حالی که اینطوری نیست دا اون نور که مثلا از رسول خدا صلی الله علیه و آله میتابد او دیگه دور و نزدیکش یکیه هیچ فرق نمیکنه یعنی همه نور یکسان شدت و ضعف هم نداره همش یکسان هرچی نزدیکتر باشی یا دورتر باشی یه جور میبینی از اینجور ویژگی ها داره دا با کلام خدا اینطوریه حالا مجموع بیان حرفای خیلی جالبی اینجا داره بفرمایید اولا حالا این بحث اعرابش کن فیکون نه کن فیکون نه بفرمایید الاعراب و الحجت
ترکیب و دلیل ترکیب. قال ابو علی، آقای ابو علی گفته که، ابو علی فارسی، ایشون گفته که یمتنع الناس فی قوله فیکونه، فیکونه نمیشه منصوب باشه، به همون مرفوع باشه، لأن قوله کن و این کان علا لفظ الامر فلیس به امر. ای کن فیکونه، ای کن درسته که لفظش امره ولی حقیقتا امر نیست، ولکن المراد به الخبر. ای کن فیکونه، ای کن خبره نفل امر، لأن المنفی الذی لیس بکائن لا یؤمر ولا یخاطب، چون معدوم، معدومی که وجود نداره، چیزی که انو وجود نداره، این که لا یؤمر نمیشه که بهش امر بکنید، ولا یخاطب نمیشه که باش حرف بزنید، که معدوم معدومه، معدوم نه قابل اشاره است نه قابل حرف زدنه. پس این کن نه یعنی باش، این کن یعنی می باشد نه باش. فتقدیرو، تقدیر آیه اینها، نکونو فیکونو، بینه نکونو، نکونو فعل مضارعه نه فعل امر، ایجادش میکنیم پس می باشد. فلفظ لفظ الامر و المراد و الخبر، لفظ آیه قیافش قیافه امره کن ولی حقیقتا خبره، دقیقا مثل اینا که قولهم فی تعجب اکرم بزیدن، الا اکرم بزیدن این فعل امره یا امر نیست؟ اکرم بزیدن یعنی چی؟ یعنی چقدر زید کریم است، اکرم به زیدن، چقدر زید کریم است، با اینکه لفظش چیه؟ اکرم فعل امر. فاذا لم یکن قوله کن امرا فعل معنا، وقتی این کن لفظش امره ولی خودش امر نیست، وقتی این کن امر نیست، و این کان علا لفظهی، گرچه به لفظ امره ها، گرچه به لفظ امره ولی امر نیست، لم یجوز ان ینصب الفعل بعد الفاء به انه جواب، دیگه نمیتونید بگویید که اون فیکون جواب امره، دیگه جایز نیست منصوب بشود اون فعل یکونو بعد از فا فیکون، به این که بگوییم این جواب امره، کن فیکونه، نه این غلطه. کما لم یجوز نصب فی الفعل الذی یدخله الفاء بعد الایجاب، چجور اگر که یک کلامی موجب بود، الان این آیه موجبه دیگه، وقتی که یک کلامی موجب بود و فا داشت، ما بعد فا منصوب نیست. مثلا من میگم آتیکه فا احد سوکه، بینه آتیکه، آتیکه فعل مزارعه، وقتی فعل مزارعه بعدش هم باید بیم فا احد سوکه نه فا احد سکه، الا یکونه فشه، ولی حالا تو ضرورت شعری طور نیست، مثلا تو ضرورت شعری نه، با قولی لنا حزبتون لا ينزل الظل وسطها بيعدي إليها المستجير فيؤس من فيؤس ما، الفش الف اطلاقی است، الان چرا گفته يؤس ما؟ الان افا، این افا فعل مضارع بعد از فا باید بگه فيؤس مو، ولی حالا این ضرورت شعریه، اونطوری نیست، ضرورت شعریه، بله اصلش اینه که فیو سمو، میگه لنا حزبتون، ما یک کوهی داریم، یک عظمتی داریم، لا ینزل الظل وسطها، هیچ وقت وسطش ذلت خاری پیش نمیاد،
ما یک کوه داریم، یعنی میخواد بیان اون عزت و شرف ما این یک کوهه که کوه هم هیچ وقت ذلیل نمیشه. و یعوی الیه المستجیب، هر کسی هم میخواد پناه بیاره، پناه میاره به این عزت ما، به این کوه ما. و یعصمه، معصوم خواهد شد، محفوظ خواهد شد. یعنی مثلا ما یک شرفی داریم، یک عزتی داریم که پناهگاه مردمه. به هر حال شاهد اینه که این فیعصمه اینجا ضرورت شعره، این مهم نیست. و یدل ایزن علی امتناع نسب فیه، باز دلیل دیگر بر این که نباید فیکونه بگوییم، دلیلش اینها، ان الجواب بالفاء مزارع الجزاء. وقتی فاء میارند سر فعل مضارع و فعل مضارع منصوبش میکنند که اون جزا با فعل شرط دو چیز باشه، مختلف باشه، و تو این آیه ما بعد فا و ما قبل فا یه چیزه، کن فیکونو، هر دوش یکیه. جواب فا مضارع الجزا، مضارعیه که جزائه، یعنی مضارع جزائه، یعنی یه چیز دیگریست غیر از شرط. فلا یجوز اذهب ف تذهب، اذهب فتذهب، این غلطه. چرا غلطه؟ چون ما قبل فا و ما بعد فا یکیه، نه فایلش هم یکیه، اذهب انت تذهب انت، تذهبم انت است دیگه، اذهب انت.